سلام به کلاس و درس خوش اومدید خب. جلسه پیش ما هم دیگه جمع و تفریق بردارها رو یاد گرفتیم و خواص و همچنین ضرب اعداد حقیقی توی بردارها رو دیدیم که به چه صورت هستش این جلسه میخوایم با هم دیگه این جبر ساده بردارها یعنی جمع و تفریق اونها و ضرب اعداد حقیقی در اونها رو بررسی بکنیم اینجا قضیه ای که من از کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی براتون آوردم این خواص رو خلاصه کرده گفته که فرض بکنیم که آب به او سه سه تا بردار دلخواه باشن و او که هست معلف های صف و صف و صف بردار صف باشه و آر و اس دو تا عدد حقیقی باشن در این صورت این ده تا خاصیت برقراره خاصیت اول که همون خاصیت جابجایی جمع هستش میگه بردار آ به علاوه بردار ب مساوی هستش با بردار ب به علاوه بردار آ یعنی دقیقا همون خاصیت جابجایی رو که ما برای متغیرهای عددی یا اسکالر داشتیم متغیرهای عددی یا اسکالر قبلا دیده بودیم همین خاصیت و متغیرهای برداری هم دارند. پس ما تالا دو جور متغیر رو یاد گرفتیم با هم دیگه متغیرهای عددی که از خیلی وقت پیش میشناختینشون و جدیدا با متغیرهای برداری آشنا شدیم و این خاصیت جابجایی جمع برای بردارها هم برقرار هستش خاصیت دوم خاصیت شرکت پذیری جمع هستش که باز قبلا برای اعداد یا متغیرهای اسکالر دیده بودیم که میگه که آ به علاوه ب به علاوه س مساوی هستش با آ به ب علاوه یعنی اگر ما سه تا بردار داشته باشیم بخوایم با هم دیگه جمع بکنیم فرق نمیکنه که به چه ترتیبی این جمع رو انجام بدیم اول B رو با C جمع بکنیم و بعد حاصلش رو اضافه کنیم به A یا اول A رو با B جمع بکنیم و بعد حاصلش رو اضافه بکنیم به C خب خاصیت سوم میگه چی میگه که بردار A علاوه بردار صفر مساوی هستش با بردار صفر علاوه بردار A که مساوی با خود بردار A هستش یعنی بردار صفر ما در حقیقت مثل عدد صفر برای متغیرهای عددی عمل میکنه و به هر برداری اگر اضافه بکنیمشون بردار رو تغییر نمیده خاصیت چهارم یه که جمع یک بردار با قرینش یعنی آ به علاوه منفی آ که مساوی هستش با منفی آ به علاوه آ میشود بردار صفر که ما اینجا میتونیم اضافه بکنیم طبق اون چیزی که جلسه قبل با هم دیدیم آ به علاوه منفی آ همون تعریف آیمنهای آ هستش دیگه یعنی اگر هر برداری از خودش کم بکنیم مساوی با بردار صفر میشود. خاصیت پنجم میگه چی میگه اگر یک عدد حقیقی رو در حاصل جمع دو تا بردار آ و ب ضرب بکنیم آر در آی به علاوه ب مساوی هستش با آر ضرب در بردار اول به علاوه آر ضرب در بردار دوم یعنی آر در آ به علاوه آر در بی این رو عینش رو برای اعداد هم دیده بودیم مثلا اگر ایکس و وای دو تا عدد بودن ما میدونیم که یه عدد آر اگر در مجموع ایکس و وای ضرب بشه مساوی هستش با آر در ایکس به علاوه آر در وای پس این خاصیت هم مشابه خاص خاصیت اعداد هستش خب خاصیت ششم میگه چی میگه اگر دو تا عدد رو با هم جمع بکنیم و بعد توی بردار آذر بکنیم برابر هستش با حاصل جمع عدد اول ضرب در بردار آ به علاوه عدد دوم در بردار آ یعنی آر به علاوه اس در آ مساوی هستش با آر ضرب در بردار آ به علاوه اس در بردار آ که این هم باز مشابه خواص اعداد یا متغیرهای اسکالر هستش خاصیت هفتم چی میگه به ما میگه که اگر حاصل ضرب دو تا عدد حقیقی رو بخوایم ضرب در یک بردار بکنیم یعنی R در S رو ضرب در A بکنیم میتونیم اول S رو توی A ضرب بکنیم و بعد بردار حاصل رو در R ضرب بکنیم خاصیت هشتم که خیلی ساده هستش میگه که عدد حقیقی یک ضرب در هر برداری برابر با خود اون بردار میشه یعنی یک ضرب در بردار A مساوی با بردار A هستش خاصیت نهم چی میگه میگه عدد صفر اگر ضرب در یک بردار بشه برابر با بردار صفر خواهد بود پس صفر ضرب در آ مساوی صفر میشه و نهایتا دومین خاصیت میگه هر عدد حقیقی ضرب در بردار صفر برابر با خود بردار صفر می شود خب عکس تقریبا تمام این خاصیت ها همون چیزی هستند که آدم با شهود خودش انتظار داره مثلا ما انتظار داریم که عدد صفر رو اگر توی برداری ضرب بکنیم بردار صفر رو به ما بده اما آیا اثبات این خاصیت ها دشوار هست جوابش نه خیلی اتفاقا آسون اثبات اونها حالا اگر دوست دارید ما یکی دو تاش رو انتخاب میکنیم و با هم دیگه اثبات میکنیم اثبات همشون از تعریف جمع و تفریق بردارها و ضرب اعداد حقیقی در بردارها که تو ویدیو قبلی دیدیم خیلی راحت به دست میاد مثلا بیاین خاصیت پنجم رو با هم دیگه سعی بکنیم اثباتش بکنیم خاصیت پنجم میگه چی میگه جمع همه دو عدد حقیقی یعنی R به علاوه S ضرب در یک بردار برابر خواهد بود با آر ضرب در اون بردار به علاوه S ضرب در اون بردار A خب ما باید سمت راست و چپ تصاویمون رو به شکل دو تا بردار بنویسیم و نشون بدیم که با همدیگه دیگه مساوی هستن برای این کار یه حالت کلی برای بردار آمون فرض میکنیم فرض میکنیم که A معلفه های A1 و A2 و A3 داره خب و بعد میایم آره به علاوه اس رو روش ضرب میکنیم آره به علاوه اس اون وقت ضرب در بردار آ طبق تعریف میشود چی میشود آره به علاوه اس که یک عدد حقیقی هستش ضرب در مؤلفه اول بردارمون مؤلفه دوم بردار میشود آره به علاوه اس در a دو و نهایتا مؤلفه سوم میشود آره به علاوه اس در A3 درسته؟ پس سمت چپ این تساوی برداری هستش که ما معلفه رو اینجا نوشتیم آره بلوه S در A1 آره بلوه S در A2 و R بلوه S در A3 خب حالا بیایید سمت راست رو بنویسیم R در A بلوه S در A R در A برابر با چی میشود؟ میشود برداری که معلفه هاش از R A1 R A2 و R A3 درسته؟ S در بردار آ می شود برداری که هاش هست اس در آیک، 1 اس در آ 2 و اس در آ سه درسته؟ حالا بیاید این دوتا رو با همدیگه جمع بزنیم جمعش برابر با چی میشه؟ میشود برداری که درایه هاشون تک تک درایه های متناظر رو جمع میکنیم دیگه پس میشود R_a1 آی به علاوه S_a1 آی میشه درایه اول درایه دوم میشود R_a2 دو به علاوه S_a2 و درایه سوم میشود R_a3 به علاوه S_a3 درسته که اینجا میتونیم از a1 آی اگر فاکتور بگیریم یعنی این بردار برابر هستش با چی R_a1 آی به علاوه S_a1 آی میشود R آره به علاوه S در a آی درسته عین همون مؤلفه دوممون دو میشه آره به علاوه اس در آدو و معالفه سوم اون هم میشه چی؟ میشه آره به علاوه اس در آ س درسته که این چیزی که اینجا به دست آوردیم دقیقا همین بردار سمت چپ ما هستش پس نتیجه میگیریم که چون این بردار مساوی با این بردار هستش آره به علاوه اس در آ مساوی هستش با آر در بردار آ به علاوه اس در بردار آ پس خاصیت پنج رو با هم دیگه اثبات کردیم یه دور دیگه چجوری اثباتش کردیم سمت چپ رو به شکل بردار نوشتیم مؤلفه‌هاش رو به دست آوردیم سمت راستمون رو هم به شکل بردار نوشتیم و مؤلفه‌هاش رو به دست آوردیم و دیدیم که این دو تا بردار سمت چپ و راست با هم دیگه مساوی هستند چون های متناظرشون با هم یکی هستن مثلا مؤلفه اول این هست آره علاوه است آ یک مؤلفه اول بردار سمت راست تساوی هم هست آره علاوه است و به همین ترتیب سایر درایه های متناظر هم برابرن پس سمت چپ تساوی و سمت راست تساوی برابر هستش خب یکی دیگر دوستایی ما هم دیگه اثبات بکنیم خب کدوم مثلا خوبه بیاید مثلا نه رو اثبات بکنیم با هم دیگه نه چی میگه؟ میگه که عدد صفر زب در بردار آ باید مساوی با بردار صفر باشه خب مجددا فرض کنیم که بردار آمون درایه های آ یک آ داره اون وقت صفر ضرب در بردار آ می شود برداری که درایه هست صفر در آ 1 صفر در آ 2 و صفر در آ سه درسته که صفر چون تو هر عددی ضرب بشه میشه صفر پس درایه ها هست صفر و صفر و صفر صف. که این هم برابر با بردار صفره بنابراین عدد صفر ضرب در بردار آ مساوی با بردار صفر می شود این هم از خاصیت نهم بقیه این خاصیت ها هم به همین راحتی میتونید با نوشتن با استفاده از تعریف اعمال جبری روی بردارها خیلی راحت اثبات بکنید خودتون خب این هم از خواص جمع و تفریق و ضرب اعداد حقیقی در بردارها توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ